هرگاهی که در نزد یک فرد تجمع چربی یا شحم توی کبد صورت گرفته باشد، به اساس هر علت کبد یا جگر ما را نزد شحمی دیش تجمع کرده باشه، چه راهکارهای به خاطر بازگشت یمر به حالت نرمال وجود داره؟ اینجا کابل افغانستان نگویم، اصطلاحات ادبی پارسی دری باید مراعات شد، پارسی دری. اینجا کابل افغانستان است و ما دکتر قیس نکزاد هستم، متخصص امراض داخلی عمومی و جنسی. با سلسله دروس قبلی که از طریق چینل وزین دکتر شما خدمت شما پیشکش میشه، امروز میخوایم در مورد یک موضوع بحث بکنم که بعض اوقات افراد و اشخاص با بار بار پرسیدن در معاینه خانه یک مقدار خود را ناراحت میسازند. چه معنا؟ اکثر اوقات افراد و اشخاص از منی بیچاره و از چپن سفیدای دیگه معزز این چنین سوال میکنه که دکتر صاحب، مرا در فلانی جای گفتن که گرد جگرت چربی گرفته. گرد جگرت چربی گرفته؟ خب گرد جگر خود چربی نمیگیره، منظورش از امید تجمع شحم در کبد است. خب چی پرهیز بکنم؟ از یک سومریز دیگه در دوله ششته و به طرم سال بیقرار است که باید مرا ملاقات بکنه. من نمیتونم که شمرده شمرده تمام پرهیزهای مریضایی که تجمع شحم در کبد دارن بر از یادم شرح بتم. پس جایش کجاست؟ کانال یوتیوب دکتر شما. امروز در این سگمنت با این مقدمه جذاب من میخوام این را بیان بکنم که هرگاهی که در نزد یک فرد تجمع چربی یا شحم توی کبد صورت گرفته باشد، مثل همون سگمنت که ایرانی توی کبد صورت گرفته باشد، یعنی هرگاهی که عزیزای دل ما به اساس هر علت کبد یا جگر ما را نزد شحمی دیش تجمع کرده باشه، چه راهکارهای به خاطر بازگشت یمر به حالت نرمال وجود داره؟ چه راهکارهای وجود داره؟ یعنی در مؤاخذ طبی اطر آمده که Management of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease یا NFALD Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. او مردم هایی که شرابی هستین، فکرتان باشه که در کبد یا در جگر شما یک سلسله تحولات ایجاد میشه. من میخوایم در اون موضوع همچنان سگمنت بیان کنم، ولی اینجا مبحث بازگشت کبد و جگر ما به حالت اول در صورتی که در کبد شحم جمع شده باشه. کامل عمران چشمایش لق لق کتی آینکایش برآمد و میگه NFLD چی دکتر؟ نفهمیدم. بفهم عزیزم، بفهم که بسیار هوایی هستی، بفهم. خب هرگاهی که در وجود ما مقاومت در مقابل انسولین ایجاد شوه، یعنی یک حالت مقاوم در مقابل انسولین در بدن حاکم شوه، وجود ما چاق باشه، به اساس یک سلسله تغییرات میتابولیکی که در بدن ایجاد میشه، آستاستا آستاستا در انساج کبد شحم تجمع میکنه. شحم تجمع میکنه و کلانترین علت از این چاقی و مقاومت در مقابل انسولین تشکیل میده. خب شحم که تجمع کرد، چهار مرحله را ما امکان داره که تجربه بکنیم. از یک استپ وارد دیگه استپ سیل سعودی را میپیماییم. عمل درست اگر نکردیم، اهتمامات صحی را نادیده گرفتیم، خانه جگر را خراب میکنیم. شکیب عمر، جگرت خراب شوه که جگر ما را خراب کردی. صحیح؟ خب کدام چهار مرحله؟ نمبر اول، مرحله اول تجمع کبد، تجمع شحم در کبد است. کی را به نام نان الکولیک فتی لیور دیزیز میگن. یعنی بعض اوقات خود الکول همچنان باعث تحول شحمی در کبد شده میتونه، ولی این حالت جمع شدن چربی در کبد بدون استفاده الکول هست. خب مرحله اول اگر کسی توجه برش کرد، وارد مرحله دو نمیشه. اگر توجه نکرد میره به طرف ناش. کامل عمران ناش.
non-alcoholic steatohepatitis. یعنی فرد الکل نگرفته ولی در اثر تجمع شهم در کبد حالت التهابی تحسس کرده. حالت التهابی تحسس کرده. NFLD رفت به طرف چی؟ ناش. non-alcoholic steatohepatitis. خب هرگاهی که در این مرحله هم توقف صورت نگرفت، بدون شک در حالت التهابی وجود یک سلکسولمل ها را اجرا میکنه و یک محصول اینچونین اکسولمل ها تحسس فایبروز هست. در کبد فایبرس جمع میشه، نسج بیکاره، هپاتوسایت ها درست کار خود اجرا کرده نمیتونه و اگه این مرحله هم نادیده گرفته شد، امکان داره که بره به طرف لیور سیروزس، به طرف سیروز کبد. نودل های ریجنراتیف و فیبروز در کبد جمع میشه. تا سال 2020 میگفتن که غیر قابل بازگشت است. تحقیقات 2021-22-23 در مؤاخذه طبی اشاره به این داشته که امکان داره با اصلاح عامل ریورسیبل باشه، یعنی پس دوباره به حالت سالم بر بگرده. یک مقدمه بود، یک مقدمه بود، خیلی عمیق بود ولی مقدمه بود. حالا اگر به اساس هر علت در نزد ما تحول شهمی در کبد تحسس کرده، به هر گریدی که است، به هر درجه که است، کدام راهکارها را ما باید عملی بکنیم تا اینکه کبد خود همی چربیش پاک کنیم، چربی کبد خود بسوزانیم، چربوهای جگر خود او کنیم، به طرف سیروز کبد نریم. خصوصا اگر فاکتورهای دیگی خطر به خاطر امراض جگر ما داریم، مثلا زیاد دارو میگیریم، مثلا امراض آتومیون داریم، مثلا از دواهای اپاتوتوکسیک استفاده میکنیم، مثلا خدا نخواسته شرابی هستیم، ما در معرض تحولات منفی به جگر قرار داریم، پس چگونه به حالت اول بر بگردیم؟ 8 راهکار یاد ما نره، باش که انگشتای ما غلط نکنم. 8 راهکار. پس قلم گرفته، کتابچه گرفته، نوت بکنین که چی بکنیم. مریضایی که تحول شهمی در کبد شما به هر گرید یا درجه ایجاد شده، اقدام اول اصلاحی برای شما کم کردن وزن هست. خیلی نقطه اساسی است، خیلی کلیدی است. باید حداقل شما 10% وزنتان را کم بکنین. مثلا شکی بومر واره، اگر شکم پیش برآمده انبوه دارین، اگر 100 کیلو هستین با چند کیلو بسازین کامل عمران خدا؟ نه وقت با چی زرنگ، ولی گاه گاهی میره در خواب. بله 100 کیلو اگر هستین، 10% وزن را حداقل بتونین باید کم بکنین، یعنی 90 کیلو وزنتون را بسازین. با این تغییر 10 کیلو در وزن، در حقیقت امکان داره که شما مراحل پیشرفته تحول شهمی را در کبد آستاست و کم ساخته برین. خب با کدام شیوه وزن باید کم شوه؟ دوست داشتنی های من، باید از 0.5 الی 1 کیلو در هفته تجاوز نکنن. آمار و اطلاعات تحقیقات جدید نشان میده که اگر یک نفر به شکل سائقوی و برقاسا یک دفعه خدا لاغر میکنه، ایوازی که به این موضوع کمک بکنه تاوان داره. 0.5 الی 1 کیلو در هفته 10% وزن را باید کم بکنیم. یک. دوم، ایروبیک اکسرسایز، فعالیت های ورزشی حوازی بر علاوه که روی رول وقایوی و تداوی را در ده ها مرض بازی میکنه، از تحسس چربی در جگر شما جلوگیری میکنه، شانس دیابت را پیش شما کم میکنه، چاقیتان را تداوی میکنه و شما را به شاش و جوان نگاه میکنه. بنابراین داشتن 150 دقیقه در هفته از ورزش را فراموش نکنین، منظم باید باشه. اگر همه روزه نمیتونین، یک روز در میان. کدام سپورت؟ آب بازی کو عزیزم، بایسیکل مثلا به دوانده جایی که هوای پاک داری، جاگینگ بکو، قدم بزن، ریسپان بزن و حرکت های آزاد را اجرا بکن. دو. سوم، آمار اطلاعات وجود داره که استفاده ویتامین ای یا الفا توکوفرول
خصوصا وقتی که یک حالت التهابی در کبد حاکم باشه و انزایم های کبد که امینو ترانسفریزاس مثلا اسپارتیت امینو ترانسفریز یا آلنین امینو ترانسفریزا بلند رفته باشه و نشان بده که یک حالت التهابی در کبد فرد حاکم هست، 800 اینترنشنال یونیت ویتامین ای چون خصوصیت انتی اکسیدان داره به کبد کمک میکنه تا تحول شحمیش شدید نشه، ولی وقت فقط وقتی کمک کننده است که حالت التهابی در کبد حاکم باشد. 4. استفاده ویتامین دی فراموشتان نشه. اطلاعات وجود داره که افرادی که دارای فقدان ویتامین دی هستن اونا چانس تحسس و تجمع شحم در کبدشان زیاد است. پانکراسشان درست کار کرده نمیتونه و خطر تحسس دیابت پیش اینچنین افراد بلند میباشد. بنابراین در صورت موجودیت تناقص ویتامین دی از سپلمنت های ویتامین دی اگر استفاده شود عیبی ندارد. 5. قهوه. قهوه تلخ بدون بوره، بدون چربی در صورتی که استعمال شود در امراض کبد سودمند هست. مگم شرط چی است؟ که در روز حداقل 3 کپ یا 3 همین گلاس هایی که می باشه، 3 کپ یا 3 گلاس. شماره 6، رژیم غذایی تان را باید متوجه باشین و در رژیم غذایی تان باید از رژیم غذایی مدیترانیوی استفاده شه یا مدیترین دایت که در این بیشتر تاکید به خسته باب میشه، به گوشت سفید میشه، به بطور مثال ترکاری های تازه میشه، به میوه میشه، بسیار اندک لبنیات کم چرب. خب در پهلوی از این موضوعات افراد و اشخاصی که میخواین چربی جمع شده در کبد خود را کم بسازن استفاده از الکل را باید بند بکنن. الکل باید از فاصله گرفته شود. و نکته آخر، استفاده کولین را ترجیح بدین. کولین یک ماده اساسیه که به کبد ما کمک میکنه تا فعالیت ها و 500 وظیفه که داره درست اجرا بکنه. این ماده کیمیاوی بیشتر در ترکیب ترکاری های ساده، ترکاری های ساده که برگ سبز داره، از لیمو و از شوشرو تا بادرنگ و تا مرچه تازه و تا به طور مثال کاهو و کرم و گلپی تا تخم مرغ و گوشت ماهی بیشترین مقدار از این را می داشته باشد. پس عزیزای دل ما، هرگاهی که به اساس هر علتی که باشد در کبد تحول شحمی ایجاد شده بود، ولو که به هر درجه باشه، اولتراساوند وقتی که را تثبیت کرد، فعالیت جگر را وقتی که از طریق خون ما معاینه کردیم حالت التهابی را نشان داد، انزایم های کبد بلند بود، ناراحتی در ساحه رایت اپر کوادرانت یا در این قسمت های خود ما یک گرنگی و نارامی را احساس می کردیم، باید 8 اقدام را عملی بکنیم تا اینکه این تحول شحمی کبد را به حالت نرمال بر بگردانیم. وزنک خود کم می کنیم، ورزش میکنیم، رژیم غذایی خود مراعت میکنیم، در سپلمنت خود ویتامین دی، ویتامین ای را علاوه میکنیم، غذاهایی که در ترکیب خود کولین داره استفاده میکنیم، برنامه درست غذایی میداشته باشیم، از قهوه خود به قهوه خود نزدیک میکنیم، از شراب خود دور میکنیم. تا دیدار بعد، الله حافظ ناصرتان.